واقعی قدیر خم از مهمترین وقایع تاریخ اسلام است که طی آن پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری حضرت علی علیه السلام را به عنوان ولی و جانشین خود معرفی کرد و حاضران که بزرگان صحابه نیز در میانشان بودند در آنجا با حضرت علی علیه السلام بیعت کردند. در ادامه به گزارش همکارم در رابطه با بزرگترین عید الهی توجه فرمایید. واقعه قدیر خم فقط یک حادثه تاریخی نیست که در زمان خود واقع شده باشد، بلکه تعیین سرنوشت تمام انسان‌ها در طول تاریخ است. در احادیث شیعه تعابیری همچون عید الله الاکبر یعنی بزرگترین عید الهی، عید اهل بیت محمد و اشرف الاعیاد یعنی والاترین عید برای این روز به کار رفته است. شیعیان در سراسر جهان این روز را جشن گرفته و مراسم مختلفی در گرامی داشتان برگزار می کنند و به ویژه در قرون اخیر این جشن به شکل باشکوه تری برگزار شده و از نمادهای اصلی تشیع شناخته می شود. طبق آیه 67 سوره مائده که به آیه تبلیغ مشهور است، پیامبر اکرم از سوی پروردگار مأموریت یافت تا آنچه را که خدا دستور داده به مردم ابلاغ کند و اگر این کار را انجام ندهد رسالتش را انجام نداده است. این واقعه تاریخی هنگام بازگشت پیامبر اکرم از آخرین حج خود که به حجۃ الوداع، حجۃ البلاغ و حجۃ الاسلام و حج تمام مشهور است، در مکانی به نام قدیر خم اتفاق افتاد، در حالی که بسیاری از افراد از این منطقه عبور کرده و بسیاری دیگر هنوز به آنجا نرسیده بودند. پیامبر اکرم به آنانی که رفته بودند دستور داد تا بازگردند و صبر کرد تا آنهایی که هنوز نرسیده بودند به قدیر خم برسند. بنابر روایات رسول خدا در عید قدیر خم همه مردم را که طبق نقل تاریخ شمار آنان از 90,000 تا 124,000 نفر می رسید گرد آورد و دست علی علیه السلام را بلند کرد تا همگان او را ببینند و فرمود: ای مردم، آیا من از خود شما بر شما بیشتر ولایت ندارم؟ مردم پاسخ دادند: آری ای رسول خدا. آنگاه حضرت فرمودند: خداوند ولی من است و من ولی مؤمنین هستم و نسبت به آنان از خود آنان بیشتر ولایت دارم. پس هر کس که من مولای اویم، این علی مولای اوست. رسول خدا سه بار این جمله را تکرار کرد و فرمود: خداوندا دوست بدار هر کسی که علی را دوست و دشمن بدار هر کسی که او را دشمن می دارد و یاری نما هر کسی که او را یاری می نماید و به حال خود رها کن هر کس که او را وا می گذارد. سپس خطاب به مردم فرمود: حاضران این پیام را به غایبان برسانند. پس از واقعه قدیر، آیه سوم سوره مائده که به آیه اکمال مشهور است نازل شد و این روز را روز اکمال دین و اتمام نعمت معرفی نمود. آنچه که مسلم است این است که مسئله اعلام علنی جانشینی امیرالمومنین فقط در عید قدیر خم انجام نشده و پیامبر اکرم قبل از واقعه قدیر هم چندین بار به جانشینی حضرت علی علیه السلام اشاره فرموده بودند. اولین بار حضرت رسول اکرم بنابر نقل مشهور در روزی که تحت عنوان یوم الدار یا یوم الانذار نام گرفته است، 3 سال بعد از بعثت حضرت علی را در حالی که نوجوانی 15 ساله بود به عنوان جانشین خود معرفی نمود که شأن نزول آیات 214 تا 216 سوره شعرا در این رابطه می باشد. همچنین حدیث منزلت روایتی است که جایگاه حضرت علی علیه السلام را نسبت به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله همانند جایگاه هارون نسبت به حضرت موسی معرفی می کند. این حدیث از احادیث مشهور نبوی و مورد قبول عالمان شیعه و اهل تسنن است. این حدیث که متواتر است دلالت بر جانشینی حضرت علی علیه السلام
پس از پیامبر و نیز برتری موقعیت ایشان بر دیگر اصحاب دارد. حدیث منزلت طبق نقل مشهور چندین بار از سوی پیامبر اکرم به صورت علنی مطرح شده که غزوه تبوک در سال 9 هجری معروف ترین مورد آن است. همچنین در جریان عقد اخوت میان مسلمانان که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان خود و علی علیه السلام عقد اخوت برقرار کرد، هنگام تولد امام حسن و امام حسین علیه السلام نیز در سال 7 هجری در جریان جنگ خیبر هنگام سد الابواب یعنی بسته شدن درب منازل افراد به مسجد النبی که فقط درب خانه امیرالمومنین علیه السلام بسته نشد و نهایتاً در قدیر خم از جمله مواردی هستند که پیامبر اکرم با بیان این حدیث بارها بر مسئله جانشینی حضرت علی علیه السلام پس از خود تأکید نموده است. لازم به ذکر است که واقعه قدیر در تمامی کتب شیعه و در کتب معروف اهل تسنن به صورت متواتر نقل شده است و درباره این واقعه مهم آثار متعددی توسط علما، نویسندگان و شعرا نگاشته شده که یکی از مهمترین و معروفترین آنها کتاب القدیر علامه عبدالحسین امینی است.